به به سلام. اجازه بدید قبل از اینکه نوروز باستانی تر بشه شاد باش بگم نوروز رو و براتون آرزوهای خوب بکنم و به ویژه آرزو کنم که هموطنان ما، جوانان ما، قانوندانان ما، حقوقدانان ما که در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی نوروز رو میگذرونند، نوروز دیگر حتی فردا، حتی تا 13 به در آزاد بشن. حتی میرحسین موسوی و همسرش و آقای مهدی کروبی که ما به هر حال بهشون انتقاد داریم، یا من بهشون انتقاد دارم که چرا میرحسین میخواد ما رو ببره به دوران طلایی امام و اون کشتارها، یا آقای کروبی که خودش حکم حکومتی رو تحمیل میکرد به این مملکت، به این ملت، به این مجلس. اما برای اونها هم که مقاومت کردند، توبه نکردند، کوتاه نیومدند، جلوی جلاد بزرگ معذرت نخواستند، آرزوی نوروزی شاد و آزاد بکنم، حداقل بهاری زیبا رو خارج از حصر قانونی در باغ و بستان داشته باشن و همه زندانیان سیاسی ایران که بلا استثنا همشون بیگناه هستند آزاد بشن. این پشت سر من هم ماهی گذاشتن، تنگ ماهیه و اون ماهی که میخواد آزاد بشه داره حداقل میپره میره تو اون تنگ بغلی، میخواد بره اون تو، یا میخواد که عدست اون هموطنان همتونگی های خودش به عذاب اومده داره میره به تبعید خودخواسته. اصلا نوروز ما با این ماهی ها یه جوری قاطی شده. از عید ما که میشه ماهی های دنیا اصلا میگیرن، میگن اون قوم عجیبی هن این ایرانی، میگه نوروزشون که میشه کوچیکای ما رو میگیرن میذارن توی تنگ، بزرگامون هم میذارن لای سبزی پلو و میخورن. و من نمیدونم از کجا اومده ماهی سرخ زیبا، البته اشکالی نداره، جزء هفت سین ما بعضیا میگن که چون به عربی میشه سمک و سین حساب میشه، ما هفت سینمون هم وقتی حساب میکنیم گاهی نه تا سین میشه که حالا میگن قبلا هفت شین بوده، مره شراب بوده جمهوری اسلامی قبلی آمدن این شرابه رو شرابمون رو سرکی کردن به جای اون نوشابه خوش عهد باید این نوشابه بد اخلاق. آقا من صبح وارد اتاق نوروزیمون میشم که همسرم هفت سینه چیده، بوی تند این سرکه زده زیر دماغ اون سنبول بدبخت، دلم براش میسوزه. این سنبول همجیر میدستم که این کیه دیگه. ولی خب اینا آیین سنت بوده، کی بوده، چجوری بوده، خوب هممون هیچ کدومون دقیق نمیدونیم تا اونجا که به خرافات آغشته نشه، آلوده نشه. البته خوبه سماق، البته من نمیدونم که از کی سر سفره هفت سین هموطنان نیاکان باستانی ما چلو کباب میخوردن یا نمیخوردن، یا و اگر سنجد بخوریم در طول سال سنجد باید بگذاریم. وارد جزئیات هفت سین نمیخوام بشن، قبلا گفتم. دوست من میگفتش که نوروز که میشه توی خونه ما دعوا میشه، چون نمیدونیم که چه کتابی رو سر هفت سین بذاریم، برای که میگه مادرم مذهبیه، میگه قرآن بذاریم، بعد پدرم ارتشیه، میگه شاهنامه بذاریم، پدر زنم اهل حاله، میگه حافظ بذاریم، برادر زنم شکموه، میگه کتاب آشپزی خانم روزا منتظمی رو بذاریم سر
هفت سین، اون یکی برادرش رفته مسیحی شده، میگه به جای قرآن انجیل بایبل بذاریم. حالا نمیدونم مرد مسلمون چجوری میتونه مسیحی بشه، مرد مسیحی میتونه مسلمون بشه؟ راحته. اما اسلام عزیز راه بازگشت رو قطع کرده. بعد گفت تو چه کتابی میذاری؟ گفت کتاب برای سر هفت سین نیست، کتاب رو در طول سال بخونیم، کتاب برای سالی یک بار نیست، کتاب سنجد که نیست. تازه سنجد هم بهتر در طول سال بخوریم. بعد گفتم من کتاب کلیات عبید زاکانی رو میذارم سر هفت سین، کاری نداره. به هر حال هر کتاب هر کتابی هم سابقا میگفتم به یه بار خوندنش میارزه. اون موقع سنت چاپ انقدر نبود که کتابای دریوری هم زیاد چاپ بشه. الان بسیار کتابایی هست که به پنج بار خوندنش هم نمیارزه. ولی گفتش که چرا عبید میذاری؟ گفتم برای که عبید هم یه جوکایی گفته که همین این جواب خیلی از سوالای ما رو داده. گفتش که چی؟ گفتم مثلا گفت یه جوکه عبید زاکانی رو بگو. بعد این جوکی یادم اومد، گفتم برش، گفتم که یارو دار و ندارش گم شده بود، تو خورجینش بود. خورجین اون موقع حالت کیف سامسونگ یا لپتاپ همین چی داشت برای ملت. میگفت دار و ندارم رفت، خورجینم رفت، میزد تو سرش. این رفیقش گفت آقا نزن تو سرت، آیه یاسین و سوره یاسین و قرآن بخون، خورجین پیدا میشه. گفت خدا پدرت بیامرزه، یه قرآن درسته تو خورجین بوده. و به هر حال منظورم اینه که اعتقاد مهمه، اعتقاد به نوروز، اعتقاد به نوروزی که در قلب‌های ما باشه، نوروزی که بریم به بیمارستان سر بزنیم به بیماری، نه اینکه همینجوری شیرینی ها بخریم، میوه بخریم، اینجوری بخواییم روی مهمونامون رو کم کنیم. با مهمون نوازی برحال، چرا من برحال میگم؟ آن برحال چی میخواستم بگم؟ خارجی ها ساعتشون ساعت 12 شب تحویل میشه، خیالتون راحته. ما فقیه بیچاره ها ایرانی ها هر سال بدبختی این حالی که خوب شده اینترنت اومده، اون موقع باید ثبت بکنیم رادیو اسرائیل به ما بگه سال چه ساعتی تبیه یا بی بی سی. البته رادیو اسرائیل قبول میکنیم، بی بی سی رو فکر کنیم ساعت رو ممکنه بهمون غلط بگه، روزنامه بنویسن، منجمین پیشبینی کنن، پیشگویی کنن که سال ما که هر سال هم سال ما 5-6 ساعت تأخیر تحویل میشه. هر سال هم باز ما گرفتاریم که دیر میرسیم سر حب سفره هفت سین. آخ حتما هم باید اونجا بشیم، آخ دیر میرسیم سمنو گیر نهی بردم، خدا مرگم به دست ما نداشت رو که آبیه، آخ آخ نه. و عیدمون در جا عزا میشه، نمیدونم چرا خودمونو درگیر یه چیزایی میکنیم که به هر حال مغایرت داره با اصل اون دلشادی نوروزی. حالا هفت سین هم جز اون چیزهایی است که به ویژه مادر من میگفتش که موقع سال تحویل اگر تخم مرغ بزنیم رو آینه تخم مرغ میچرخه. آقا نمیچرخه، من خیلی بچگی همینجوری من همین امتحان کردم تا امسال عید نمیچرخه. بله خوب، اما در خرافات قاطی اعتقاداتمون نشه. و شاید هم لحظه سال تحویل رو هر وقت هم نمیچرخه مادرم میگو مادر جون لحظه رو. اون موقع که من ساعت اینجوری رو تیک تیک کنه و در دیجیتال و اینا هم که نبود، ما هم ایرانی ها خیلی مسئله سال تحویل برامون لحظهش مهمه. در طول سال انقدر پاپه ساعت و اصلا قرارامونه با یه روز تاخیر میریم
برای همیشه تعجب میکنیم که چرا سوئیسی ها سه تا عقربه برای ساعت گذاشتن. یکیش ما ایرانی ها رو کفایت میکنه که میگه اون ساعت چنده، میگه نمیدونم 20 دقیقه مونده، میگه به چند مونده، میگه نمیدونم. اون عقربه کوتاه افتاده، فقط عقربه بزرگه نشون میده که 20 دقیقه مونده. دم سال تحویل، حالا خوبی سال تحویل شده، بگه نه این گوشی که من که درم اومد در گوشم دوباره میتونم بزن، الان از این بر در میاد. من این گوینده های اخبار که از این گوشی ها دارم همیشه فکر بکنم که این تفلکی ها اگر اونجا یکی داره بهشون حرف میزنه و اینا همجوری دارن میگن که اسرائیل زد کش فلان کرد، اینا اینو وقت قاطی نمی کنه، اون یه چیزی میگه، این نمیدونم. من خودم که یک کلمه از اتاق فرمون که به میگن که آقا وقت داره تموم میشه، اصلا گیج میشن، تازه نطقم باز میشه. آره ساعت سال تحویل برامون دوما خیلی مهمه. در طول سال اونقدر وقت رو همینجوری ولش میگیم، حالا اینجا وسواسه میشیم سر ثانیه. دقیقا هم باید بدونیم، اصلا تا حالا نشده ندونیم که ساعت چند دقیقه چند ثانیه چند سالمون تحلیل میشه. و به هر حال اون دارم که شما در لحظات سال تحویل، ثانیه‌های سال تحویل با دل خوش دور سفره هفسین و با عزیزانتون بودین و بهار هم هست و فصل عشق و شادیه. بذاری یک داستان عشقی ایرانی، کانادایی، سیاسی، جاسوسی، حکومتی، رژیمی، اسرائیلی، جنایی براتون تعریف کنم. و اونی که همچین دو ماه پیش بود که تقش در اومد که دولت کانادا به یک ایرانی زنین میشه که این ایرانی آقای آریان آذربار زیاد میرفته به ونزوئلا میومده و دولت کانادا شک میکنه که این آقای آذربار که عکسش الان اینجوری داری میبینین مبادا جاسوس جمهوری اسلامی باشه. البته داره حق هم دارن از جهتی، چون جاسوس های جمهوری اسلامی در هر لباسی هستن، حتی یه دشون لختن، البته بقیشون در هر لباسی هستن. در نتیجه دولت کانادا میاد یک خانمی رو که مأمور اداره گذرنامه و مأمور اداره ضد تروریسم و اینا بوده در کانادا به اسم ترینا کندی رو مأمور بکنه که حرکات و رفتارهای این آقای آذربار رو زیر نظر بگیره. این خانمه که ببینه این کی کجا میره، چجوری میره، با کیا درد. این خانمه یه خود زیادی در نظر میگیره، به طوری که این موازه بشه دیگه، و این موازبت باعث میشه که انرزیک بره موازهش بشه. یعنی حدود یک سال و نیم اینا رابطه عاشقانه با هم برقرار میکنن و قلقله میشه نشیه تورنتوسان چی چیزایی مینویسه که مثلا عکس چاپ کرده که این آقای آذربار یک مرد جوان جذاب خوشندام و خوشپوش از حالا خبرنگاره رو ببینید. حالا خانمی بوده لابد که اینطوری میشه، یک مرد جوان جذاب خوشندام و خوشپوش است که در این عکس، همین یه عکس هم ازش دارن، اون هم از که نمیدونم از کجا آوردن که نه نور درستی داره نه همین که دیدین، که در این عکس با ساعتی ظاهرن طلا در دست دیده میشود. آقا بدبخت شما اگر نمیدونین که ساعت طلاست، مرض داریم میسین با ساعتی ظاهرن طلا. این روزنامه نویسای غربی به ویژه یه تیپای گداگشنه ندید بدید مفلوکی هستند، خیلی هاشون که من از نزدیکم دیدم، و میگن که این جاسوس بوده و این خانمه باش که چیز میکنه. این گزارش میگه که معشوقه کانادایی حال خود مظنون است که از راستایی که از کار وظایف خود
خود را برای این مرد ایرانی مظلوم جاسوسی برای جمهوری اسلامی فاش کرده است. غلط ترجمه نشده، من غلط خوندم یه خورده. بعد روزنامه‌های کانادایی حالا اینو دیگه اوه آب و تاب، دراماتیک، رومانتیک. این معشوقه اطلاعاتی کانادایی شبیه در اوج یک خلوت عاشقانه روزنامه کانادایی می‌رسه، شبیه در اوج یک خلوت عاشقانه برای آقای آرین آذربار فاش می‌کند که دولت کانادا از ماجرای کشته شدن محمود عبدالرؤوف و المبهوح، یکی از مقامات ارشد سازمان حماس بوده فلسطینی که در دبی کشته میشه و دولت اسرائیل حاشا میکنه، انکار میکنه. این دختره به این آقای بایفرندش میگه که نه اینو اسرائیلی ها کشتن و اون مأموری هم که این قتل رو انجام داده و در این ترور دست داشته کانادا بهش پناهندگی داده و من میدونم که او کجا زندگی میکنه و تو خبرها اومده که او این خبرها رو که برای من میگفت فرداش به آقای آذربار میگوید چیزهایی رو که گفتم فراموش کن و جای صداشو در نیار. حالا اسرائیلی هم از این ور میبینن مأمورشون لو رفته و کانادایی هم میبینن این خانمه که مأمور اداره گذرنامه است مأمور ضد تروریسم خودش رفته در آغوش آقایی که احتمالا زن میبردن بهش که تروریسته. خیلی جالبه. بعدش هم این که من میگه که یک سال و نیم اینا با هم بودند و حالا اون مأمور اسرائیلی هم میگه که یه اسم دیگه ای داره و من میدونم به اینا به گفته و تو کانادا داره زندگی میکنه. حالا من از کجا میفهمم که این مأمور جمهوری اسلامی نیست؟ برای اینکه گفته، حالا نگفته بودم، با آقای بازرگانی هی میرفته ونزوئلا میامده. اولا اگر مأمور جمهوری اسلامی بود خوی خانومه رو سیغه میکرد که اقلا یه مشکل پیش نیاد. ثانیا اگر این مأمور جمهوری اسلامی بود پس چرا جمهوری اسلامی انقدر شدید گرفته و گفته به دولت کانادا اینا رو بفرستین به ایران، ما سنگسارشون کنیم؟ به دولت کانادا قبول نکرده؟ به جمهوری اسلامی گفته پس ما یک کامیون سنگ میفرستیم اونجا، شما با همون سنگایی که ما میفرستیم این دوتا رو سنگسار کنیم؟ البته این خبری که میگم این دو مورد آخر تایید نشده هستش، اما تو اینترنت هم ما گشتیم که عکس این خانم ترینا کندی رو پیدا کنیم که من به شما نشون بدم که کیست این خانومه. و الان از اتاق فرمان خواهش میکنم که عکس ترینا رو به ما نشون بدن. این عکس نه، این ترینا در این یکی از عکس‌های اون خانم هست که البته توی گوگل به اسم ترینا کندی بود و معنی همون خانمه باشه، ولی مثل که تو رخت خواب داره توزیل مسائل میخونه و منتظر آقای آریان هستش. این نه، این نیست، این ممکنه باشه یکی ترینا باشه که تب کرده مثل که از عشق آقای آریان. این خانم مأمور اطلاعاتی ضد توریسم کانادایی که داره تب خودش اندازه میگیره. نه این نیست، این نیست، اینم این خانم هم اسم ترینا کندی هستش تو گوگل، ولی اتاق فرمان میگم این نیستش. این خانم برای بعدم نیست، اگر این باشه باز هم خوش به حال این آقای آریان که جاسوس هم نیست. ولی این اتاق نه نه نه، این دیگه مادره این خانم باید باشه، این خودش نمیتونه باشه. به هر حال من نتونستم که دقیقاً عکس بعدم تو خبرها بود که قضیه توسط تکست مسیج اس لو میره که اینا گلچر میاد، ممکنه همین باشه. این خانم هست که داره الان تکست مسیج
میزنه برای آقای آریان، من نمیدونم این 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 نه این که همون دیگه توضیح مسائل میخونن، این نه این نه این نمیتونه باشه. این چرا مثل که توضیح مسائل خونده یک به مباحثی برخورده که، ولی نه اون اونا که توضیح مسائل مربوط به آقایون میشه و این خانم حق نداره که این عملیات رو بکنه. به هر حال من فالی گرفتم از دیوان بابا طاهر عریان که ببینم که اول که این ماجرا اینا شبیه با ماجرایی که سعدی میگه شد غلامی که آبجو آرد، آبجو آمد و غلام ببرد، خانمه رفته تروریست دستگیر کنه، جاسوس پیدا کنه، خودش این آقا رو خلاصه ترور کرده یه جورایی کشتتش، بعدم اسراری رو براش فاش کرده بابا طاهر عریان، از قول همین آقای آریان آذربار میگه ما از پیش تو از اینجا نمیروم، ما از پیش تو از اینجا نمیروم، به ایران یا ونزوئلا نمیروم، از این خلوت که دارم با تو هر شب دیگه حتی ما از دنیا نمیروم. شبی در خلوت خود عاشقانه، همونطور که روزنامه ها نوشتن بابا طاهر میگه، شبی در خلوت خود عاشقانه به عاشق رازها گفتی شبانه، اگر یک شب دیگر پیشم بمانی شود کن فیکون خاورمیانه، میانه بسترت دارم تب و لرز، چو ارباب رجوعی میکنم عرض، تو که مأمور پاسپورتی عزیزم، گذرنامه بده تا رد شم از مرز. حالا چه مرزیه دیگه میتونین حدس بزنین. باز میگه ما اون جاسوس اسلامی نباشم، اسیر ننگ و بدنامی نباشم، ما اهل زندگی و عشق و شورم، رژیم مرگ را حامی نباشم. باریکالله بابا طاهر عزیز. باز از قول این آقاه بابا طاهر میگه نمو بهر گزارش واکنم لب، نم و بهره گزارش وا کنم لب، کجا جای گزارش داره امشب. نم و بهره گزارش وا کنم لب، کجا جای گزارش داره امشب، اگر اهل گزارش هم که باشم گزارش میدهم از لب به قبقه. بله گفتم که پیامک از روی اسمس اینا فهمیدن، پیامک میدومت ای یار جانی، یواشی سعی کن آن را بخوانی، چه جاسوسی چه ماموری. اینو باید با یه لحنه بهتری میخوندم. پیامک میدمت ای یار جانی، یواشی سعی کن آن را بخوانی، چه جاسوسی چه ماموری، چه هر دو عزیزم لو نرو تا می. بیا یک شب دیگه با ما به بستر، مروری بر خبرها کن سراسر، تو ماموری و ما مامور بازم، تو جاسوسی و ما جاسوس پرور. شنیدم بیل کلینتون هم، آها این بابا طاهره میفهمه بیل کلینتون هم از این کارا یه جورایی کرده، میگه شنیدم بیل کلینتون هم صفا کرد، شب جمعه سیاست را رها کرد، فقط ما فکریم که با چه زوری مونیکا لوینسکی را جا به جا کرد. مونیکا لوینسکی به هر حال یه جور جا به جا کرد، این سخت با این خانم لاغره فرق میکنه. به قربون تو و جرم ثوابت، ما میمیرم برای ارتکابت، تو که مأمور پاسپورتی عزیزم، بده ویزا بیام تو رخت خوابت. بالای میزا خواست برای مرز، اینجا میخواد بیاد تو رخت خواب. ما جاسوسم
که مدهوشت گرفتم، گزارش از بناگوشت گرفتم، برای اینکه کارم باشه کامل تمام شب در آغوشت گرفتم. شب تاریک فانوسم تو باشی، امید جان مأیوسم تو باشی، مو امشب تا سحر مأمور هستم، به امیدی که جاسوسم تو باشی. گفتم که تو خبر هستش که بهش این گزارش ها رو میده، اسرار سری دولت کانادا رو فاش میکنه ترینه خانم برای آقای آریان خودمون، بعدم میگه که صبح بهش میگه فراموش کن. معمولا همه خانم صبح میگن به آقای به بویفرندشون فراموش کن، این منتها این موضوع رو میگه. خوشم آمد از اون مهمونی دوش، که بگرفتی ما را محکم در آغوش. شبش گفتی به ما از قتل مبهوه، سحر گفتی نتنیاهو فراموش. شبش لو میده که این المبهوه و اسرائیلی ها کشتن، و از صبحش هاشا میکنه که نگو که نتنیاهو دست داشته تو این کار. نگو با ما که جاسوسی خلافه، ما که با تو حسابم صاف صافه، اگر اسرار دیگر هم بخوابی. خراب خونده. نگو با ما که جاسوسی خلافه، ما که با تو حسابم صاف صافه، اگر اسرار دیگر هم بخواهی نشونت میدمش زیر لحافه. این ماجرای عشقی سیاسی جاسوسی سال بود به نظر من که براتون خوندم، و حالا میرسیم به خبرهای دیگه مربوط به سال. یکی که من آرزو میکنم در سالی که پیش رو داریم، همه انسان ها به آرزوی خودشون برسن، و هر کسی هم اگر گمگشته ای داره گم شده شو پیدا کنه. چه فرق میکنه کی؟ همه انسان هم. آقای احمد نژادم ببینید مثل که گمگشتی داره تو این عکس، تو این یکی عکس هم ببینید ایشون گمگشته داره، هنوز دنبالش میکنه. اینجا که دیگه به شدت داره دنباله گمگشته خودش میگرده، و امیدوارم که گمگشتش رو دیر یا زود پیدا کنه و خانواده ای رو از نگرانی دراره. نگاه کنید. و در این آغاز سالی بزنین یادی هم بکنیم از شاعر ایرانی که دیگه الان بین ما نیست، زنده‌یاد بیژن پاکزاد، که شاعر طراحی و مد و پوشاک و زیبایی لباس بود، و این کت زیبایی که میبینید هم یکی از غزلای زیبایی که او سروده و به من تقدیم کرده، و من هم پوشیدمش برای اینکه لباس عید. حالا چرا لباس عید؟ برای اینکه میخوایم روحیه‌مون رو شاد نگه داریم، میخوایم که سرمون رو بالا نگه داریم و مبارزه رو ادامه بدیم، وگرنه خب به قول بابا طاهر، اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غم اندکی بودی چه بودی، به جای این همه کبریت نمدار به جیبم فندکی بودی چه بودی. بگذارید که یه آرزوی دیگه هم بکنم برای سال نو. برای همه آرزوی خوب داریم، برای این آقای محمد هادی اصغری هم من آرزوی خوب دارم، که میگه خاموشی ما زاده بی بال و پری نیست، ما نیز اگر پای دهد صاحب دستیم. یعنی پاش بیفته خلاصه. فرزند حاج سید اصغری هستش و کاندیدای چهارمین دوره شورای اسلامی شیرینکند هستش، که داره مدرک دیپلم ریاضی هم هست، فوق دیپلم علوم قرآنی هم داره،
کاردانی کامپیوتر رو هم داره و امیدوارم که اگر تا حالا ایشون در دوره شورای اسلامی چهارمین دوره انتخاب نشده، برای پنجمین دوره انتخاب بشه. علتی که من انتخاب کردم اینجا بگم اولا که دیدم این چون فوق دیپلم علوم قرآنی داره و ضمناً کاردانی کامپیوتری داره، ازش خوشم اومد و اون وقت کاشکی میدونه زبان قرآنی رو بلد بود که کاندیدای چهارمین دوره نباشه، حداقل فارسیش حداقل بشه نامزد چهارمین دوره است. و اینکه این بنده خدا فرزند حاج سعید اصغری است، پدرش زایدتش احتمالاً مادرش ظاهراً نبوده و همه ما هم البته چنین هستیم که بچه رو مادر 9 ماه و 9 روز حمل میکنه وقتی به دنیا میاد، بهش میگن آقازاده، و اگه بچه شاه باشه بهش میگن شاهزاده. و این حق اون مادری که این همه زحمت کشیده او رو به دنیا آورده، کجا میره که این بچه آزاده است؟ حالا خدا نکنه که عیب و نقصی تو بدن این بچه باشه، ما تا آخر عمرش میگن مادرزاده، مادرزاده. و همینطور این آقا هم آقازاده رو خواستم که بگم که سنگ قبرای ایرانی ها رو یه دوستی برای من فرستاده بود، تو اینترنت بود، همشون فرزند علی، فرزند سعید، فرزند جعفر، فرزند حسین، طوری بود که حتی مادرها رو سنگ قبر هم حاضر نیستن اینا اسمشو بنویسن. اینا یعنی ما، یعنی رسمی که ما داریم و فقط پدرها هستن حتی روی سنگ قبر ابلند داره. و در آخر میخواستم که چند تا عکس خاطر انگیز بهتون نشون بدم از سلام های نوروزی سالهای پیش قبل از انقلاب. این سلام نوروزی آقایون روحانیون هستن در حضور خانم شهبانو فرح. این چجوری داره ماچ میکنه؟ این ول نمیکنه دیگه دست اولیا هسته تو، فکر نمی کنم این، فکر کنم برنامه ما تموم بشه، این همینجوری این دست ایشون رو ول نکنه. ول کن آقا، الو، نه نه بی خودی هم معطلتون نکنم، این ول بکن نیست. اینا باز شاه خوب بود که زیاد دستشو نمیداد اینا چیز کنم، بگه نه اینا ببینید که با اونا فرق میکنن، اونا یه لاغرون مردنی ها بودن، اینا اون لاغرها رو میفرستن خدمت شهبانو، گونده ها رو میفرستن خدمت خود. این یکی که مثل که آقای روحانی نه، اون ما کسی نشقت نمیده، ولی همین آن دیگه تالی های اینا همراه های این آقای روحانی نیست نه، اما خودشونن اینا به هر حال، یا با جناقن یا فامیلن یا پسرمون یا بچه های اونان که اینجا در خدمت اعلیحضرت دارن. و این ها عکس ها هیچ کدوم مونتاژ نیست، هیچ کدوم فتوشاپ نیست، همشون عکس های واقعیه. فقط این یکی فتوشاپه، اینم برای حسن ختام برنامه امروز که حضرت آیت الله خمینی اومده لابد به شما میگه آقا بیا آب و برق رو مجانی کن تا انقلاب نشه برایتون. حالا اب نداره، اتاق فرمان به من اجازه میدن که در لحظات آخر یک یادی از سیمین بانوی عزیز شاعر بزرگمون بکنیم، خانم سیمین بهوانی عزیز، و با این عکس خاطر انگیز آخه اونم منم دیگه خواستم که اول سالی عشقی بکنم. هر کس چی میگن به کسی نازد، ما هم به بزرگانی با شهامت و خوش ذوق و ادیب مثل
سیمین بهبهانی عزیز، شاعر عزیزمون، می‌نازم و براتون سال خوشی آرزو میکنم. برای چند ماه من در خدمتتون نخواهم بود چون به سفر استرالیا و اون برا با صمد آقا میریم و دوباره دور آمریکا حاجی و صمد، ولی در اولین فرصت برمیگردم خدمتتون. در غیاب من سعی کنید روزگار رو با خرسندی بگذرانید، با شادی بگذرانید و سال خوبی داشته باشید. خیلی ممنون.